به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی شبکه اصلاح، امروز 15 مرد است و برنامه مخصوص و ویژه به مناسبت زاد روز استاد سید عبدالله نوری تقدیم شما بیننده گرامی خواهد بود و عنوان این برنامه را گذاشتم بالای کوه خوجمومین چیز ساخته نمی شود، تقدیم بر روز تولد استاد سید عبدالله نوری. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دیر اومدم مجروح بودم، اسیر قبض وسط روح بودم، در و باب شهادت را نبندید و ما واماندگان زانسو مخندید. شهادت نردبانی آسمان است، شهادت آسمان را نردبان است. استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه بنیانگذار اولین و آخرین تشکلات سیاسی اسلامی در گستوره اتحاد شوروی، حزب نهضت اسلامی و رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان 15 مرد سال 1947 در روستای آشتیان ناحیه سنگوار دیده به جهان کشوده است. اگر زنده بود امروز 76 ساله می شود. دوستان عزیزین، عمر ازلی است در اعتقاد ما مردم مسلمان، کم و زیاد نمیشه. خدا نشان داده است فلان آدم فلان وقت فلان مقدار زندگی میکند و میمیرد. برای همین از آن که یک کس فلانی عمر میبیند ولی هیچ برکتی برای نه خودش نه فرزندانش نه شاگردانش نه جامعه ای که زندگی میکنه، اگر 120 سال هم عمر ببیند ولی هیچ برکت نداشته باشد، اصلا اون عمر نیست. هیچگاه و در هیچ شرایطی بجز از حقیقت، راستی و واقعیت چیزی نگفته است. چون استاد مرحوم خودش اهل عمل بود نه اهل گپ. البته میدونیم که استادی سخن بود و اون طرز صحبت میکرد، سخن میکرد که اصلا ساعتها اگر آدم گوش میکرد خسته نمیشد. اما این ویژگی اصلی استاد نبود. استاد وقتی میگیم اهل عمل بود، کم گپ میزد، کم مینویشت، کم نظریه میداد، اما بیشتر عمل میکرد و عملش رو هم دیدیم. عملش همون هیز، صلح، مقاومت، مبارزه، زندان شدن و در تاریخ ملت جای خود رو پیدا کردن. سالها بعد می توانیست گونه دیگر توضیح دهد، اما همانا هر آن چیزی را که بود گفت، خیلی هم خاکسارانه و با تواضع گفت. مقصد ما به دست آوردن حقوق و آزادی های دینی امان و بدون ممانعت تعلیم و تدریس اسلام امان بود. دعوای سیاست نداشتیم و کرسی خواه هم نبودیم. من آدم که مؤمن است، در راه خدا هست، خیر کاری خیر کرده است، فقط در راه خدا و برای خدمت خلق خدا عمر خود را گذرانده است. برای او اصلا هیچی مفتدا بزرگی گفتد که نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خاندان بینید. مرد مؤمن نشانه مرگش نیستی نزدیکی مرگشی لبخند از او پیدا می شود، خندیده می میرد. برای که می دونه که از این ویرانه می رود به جای آباد، از این تلاطم و کشمکشی ها و از این چیزهایی که بسیار نادرست شده، منفور و در نظر بسیار نامطلوب است، هم می رود به یک جایی که جای زیبا و خوب و تازه و آزاده و خوب. و وقتی هم که کرسی گرفتند باز هم اظهار داشت که علت سرعتی زودی تحولات و مجرای پرشتاب بود که یک چنین شرایط را پیش آورد. حتی بعد از آن که 30% کرسی ها را گرفت و باز از دستش گرفتند، تا چند روز قبل از وفاتش هم تأکید کرد که تلاشی گرفتنی حاکمیت را نکنید، مگر اینکه 100 نفره مثال
استاد همت‌زاده داشته باشه. این بعد این معناست بیننده عزیز و تیزهوش که نهایت شکست نفس بودن. تلاش جاه و جلال نداشت، چون چنان خودش بارها تذکر داده است هدفش بنیاد جامعه اسلامی است نه دولت اسلامی. جامعه از دولت خیلی فرق میکند. این را باید تمامی آنانی که اتهامات بر علیهش میکردند بدانند. ما از آن روزهایی که دم از دموکراسی و آزادی و استقلالیت در جماهیر شوروی سابق به وجود آمد، ما هم نهضت اسلامی تاجیکستان که امسال تأسیسش را 20 سال می شود، اولین از حرکت های بود در تاجیکستان که برای آزادی و برای استقلالیت کشور و برای یافتن حقوق های عقیدتی و ملی علم برداشت و این یگانه نهضتی بود و حرکتی بود که مردم را بیدار کرد تا خودشناس باشند، مردم را بیدار کرد تا خود را از قید و بند زنجیر استعمارگران شوروی خلاص کنند. بعد از آن که به اصطلاح نسیم دموکراسی در تاجیکستان هم وزید و یک آزادی نسبی برای ملت تاجیک به وجود آمد، این نهضت میخواست برای ملت خدمت کند، برای ملت آزادی به دست بیارد، برای ملت استقلالیت و استقلالیت کشور را تأمین نماید.
استاد زنده‌یاد در مراحل پایانی عمرش تقریبا با تمام مسئولین و مأمورین بخش‌های حزب نهضت اسلامی، این مؤسسه مذهبی سیاسی، این مکتب بزرگی و میراث مانده از خودش صحبت‌ها برگزار کرده و در آینده و دورنما چی کار کردنشان را گفت و داد. در هیچ یکی از این صحبت‌ها حتی اشارت نکرده است که برخیزید و حکومت را بگیرید. چون خداوند تبارک و تعالی در این آیت کریمه خود بندگانش را هدایت می‌دهد که شما همه فرزند یک مرد و یک زن هستید، پس شما باید که اختلاف نداشته باشید، شما باید که عداوت نداشته باشید، شما باید که بین یکدیگر کینه نداشته باشید. همه بندگان آدمید و آدم از خاک است. این که امام علی رحمان او دار و دستش در تیر ماه سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با همراهی در اسیانی حاج حلیم، اسیانی نبوده و دروغی متهم کرده و بستند و تروریستی اعلان کردند و اکنون ما باز هم عذابی غربت میکشیم و ده ها نفر از بزرگان این حرکت الهی در زندان هایند، همه اش دروغ و بهتان است. انسان های بزرگ سرنوشت خودشان را خودشان رقم میزنند. استاد سید عبدالله نوری زمان با مبارزه برخاست که سلطه اژدهای سرخ، رژیم کمونیستی لایق در کشور بیداد میکرد. یک جوانی 25-26 ساله، یک جوانی که از محیط دهه و ناحیه بیرون نیامده است، دست به عمل زد که غیر تصور بود. مقابل سیاست دولت اقدام کرد، دولتی که در ششک روی زمین حکم میراند و فرمان روا بود. این جوان با این راه پرخطر تصادفی و توکل نه آمده است، وای در این راه آگاهانه و با در نظر داشت پیامد و نتیجهش برآمد. آن زمان سیاست و ایدئولوژی حاکم را به چالش کشیدن و در مقابلش فعالیت بردن معنای دست از جان شستن را داشت. راهی که سر را برباد می‌داد را انتخاب کرد و آهسته و آرام و مخفیانه سازمان تشکیل داد، سازمانی که بعدی کم تر وقت دستگاه قدرت در شوروی را بلرزه انداخت. سال 1986 وقتی استاد سید عبدالله نوری علیه رحمه را دستگیر کردند، شوروی با مقابلیت و مقاومت روبرو شده بود که سابقه نداشت، بی‌نظیر بود. تظاهرات و تجمع هزاران نفر از پیروان و هوادارانش برای آزادسازی یک دوملا در میدان بنای آب کمپارتی قرغان‌تپه، بیورای سیاسی کمونیست یا حزبی کمونیست اتحاد شوروی را مضطرب و بیچاره کرد. چی رسد به راهبران کمونیست تاجیکستان؟ این تظاهرات نام نوری و یاران نزدیک وی را در صدر اخبار رسانه‌های بین المللی و تشکیلات‌های مدافع حقوق بشر قرار داد. نه تنها سازمان‌های بین المللی، راهبران کشورهای دموکراتی، آنهایی که به حقوق انسان ارج می‌گذارند، با عنوان گورباچوف آنقدر نامه و برقیه زدند که در حیرت موندند. اما وی این جاده و راه را برغم فشار و زندان دولت ترک نکرد، راهش را ادامه داد. در 11 زندان شرق دور یا سیبیر او را گردانیدند، 1.5 سال شیناندند، اما همانا ادامه داد. هم در دوران فعالیت های پنهانی جهتی گسترش معارف و مکتب اسلام، هم در مراحل هجرت و هم در زمان جهاد و بعدن در دوره های مذاکرات و وقتی بازگشت سربلندانه و وطن، هیچگاه شکوه و شکایت نکرد، ننالید، بلکه تکیه به الله بزرگ کرد. زندگی نامه محمد صلی الله علیه و سلم این بزرگی برگزیده را دستور و سرمشق حیات خود کرد. شاگردانش آمدند و گفتند که ما در کولاب کمی میکنیم، نیرو در کار داریم. فرستاد شاه نعیم کریم، مولوی ایام الدین و زبید الله رازیق و چندین نفر دیگر رفتند و آنجا به انتشار افکار و عقیده اسلامی کمر بستند و راه و رویش اسلامی ناب را به تشنگان و عاشقان
تعلیم دادند تا دستگاهی جاسوسی و امنیتی شوروی با خبر و دست به کار شد که در سازمان تشکیل داده او هزارها حلقه از سراسر کشور وصل شدند و این سازمان به یک مکتب بزرگ بدل شد که در برابرش کار کرده نتوانستند. آره بیننده عزیز و گرامی، استاد سید عبدالله نوری هنوز در دوران شوروی با مبارزه برخواسته بود، ولی وی باز هم بگویم که قدرت خواه و منصب طلب نبود. کار و کارنامه استاد نوری را چی دوستان و چی بدخواهانش اعتراف کرده و بر عظمت و بزرگی وی تن در دادند. ببینید بیننده گرامی، نورعلی شاه نظروف سابق معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، یک نفری که سالها با مجاهدان زیر فرمان استاد زنده‌یاد جنگیده است، در حق استاد چی میگوید؟ سید عبدالله نوری دیسیدنت برای عقیده اش سال 1986 سود شدگی بود. نسبت رژیم کمونیستی نفرت داشته، برای از بین بردن آن ساخت مبارزه برده است. همچون خادم دینی برجسته اسلام در عقیده اش استوار بود. او با دانش و مهارتش توانست یک قطار حرکت های مردمی را از قبیل رستاخیز، لعلی بدخشان در اطراف حزب نهضت اسلام متحد سازد. در برقرار نمودن صلح بین تاجکان سهم گذار است. بله، استاد نوری رحمت الله علیه در یکی از صحبت‌هایش اظهار داشته بود که تمام رهبران تنظیم‌های جهادی افغانستان انبار سلاح و مهمات خود را برایش رایگان و به پول واگذاشتند. دره اسباب و افزار جنگی برای جهاد او را فراهم کردند. رئیس جمهور افغانستان استاد برهان الدین ربانی برای آوردن وی ورتالیات یا چرف بال فرستاد و او را با عزت و اکرام بلند استقبال کرد. وی در تفاوت از دیگر رهبران اپوزیسیون که پراکنده و ناامید شده بودند، ذره بر درستی راه پیش گرفته اش تردید نکرد. افغانستان وقت رفت که نه دولت خدای نظر آنجا بود، نه شادمان یوسف و نه طاهر عبدالجبار و نه بازار صابیر و نه دیگر و دیگر. بله بیننده گرامی، این واقعیت است که باید آن را بگوییم. این افراد بودند که در تاجیکستان زینفوس و افرادی که خیلی از ملت و مردم آنها را میشناختند، اما در افغانستان دیگر اینها با او نبودند. تنها او، یاران او، شاگردان او بودند. 200,000 گریزه تاجیک جمع کرد و جمع آمد گذرانید و گفت: ما در برابر آزمایش و امتحان خالقمان قرار داریم. دنیا عبارت از روسیه و ازبکستان و سنگک و رحمانوف نیست. دنیا خیلی وسیع است. مردممان را سرپرستی میکنیم. الله لایزال ما را خار و ذلیل نخواهد کرد. بزرگانی آن زمان افغانستان نه فقط او را، هر نفری را که نام او را میبرد بالای سرش میگرفت. اسم نوری با مثابه پاسپورت شده بود. حکمتیار و مسعود، گیلانی و سیاف و اسماعیل خان دوستم، خلاص همه اشان با استاد شدند. بله، استاد مبارز فرصت زیاد نداد، از خود درک داد. آنچنان بر فرق سرشان کوبید که اخلشان آمد سری جایش. پاسگاه مرزبانی 12 روسیه و تارمار آن از طرف رزمندگان استاد نوری جهان را بلرزه آورد. روسیه را درق و درق در اندام افتاد. یفگنی پریمکاف رئیس خدمات کشف خارجی روسیه CVR با ملاقات او به افغانستان آمد. گفت: باشد، حرف حرفی شما. سالها بعد در حین امضای سازشنامه عمومی صلح در مسکو، رئیس جمهور روسیه بوریس یلسین اعتراف کرد که استاد نوری بود که صلح و آشتی را به تاجیکستان آورد. ببینید که چی گفته بود بوریس یلسین. دستیابی به صلح آسان نبود. جستجوی سازش، حسن نیت، قاطعیت، مهارت گذشتن از مانعهای مختلفی ناباوری به هم و امثال اینها را تقاضا می نمود. هر دو راهبر، امامعلی رحمانوف و راهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیا تاجیک سید عبدالله نوری، خیرتمندی سیاسی نشان داده، توانستند راه رهایی از جنگ شهروندی را که به استقلالیت ملی تهدیدی جدی بود پیدا کنند. دو راهبر تاجیک در ملاقات خود پیوسته برای آن تلاش کردند که منفعت ملت را از منفعت‌های گروهی خیش بالا گذارند. بله، این اعتراف است که هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. اما امروزها ذکر این نام در تاجیکستان قطغن است. او و حزب تأسیس داده او ممنوعه و تروریستی اعلان شده اند. باخوری با راهبریتی
حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد رازگی دادم واخوری کنیم و مناقشه های بین تاجیکان را با یکدیگر حل و فصل نماییم. ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. با رهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد حکومت مملکت سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را با اتحاد نیروهای مخالفین و امضا رسانیده است. با رهبریت حزب نهضت اسلام در کجایی که نباشد برادرانش و شماری از شاگردان و پیروانش در زندانند، فرزندانش باز هم گریزه شده اند. سید عبدالله نوری نفری که چند سال پیش سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی را امضا و با کشور صلح و آشتی آورد، مسئولیت تطبیق روند صلح را بر عهده گرفت و در اجرای موفقانه این امر امام علی رحمان و دو بار، یکی وقت زندگیش و دوم بعد وفاتش، با آردن های دولتی تقدیر کرد. برای آنکه شفا بیابد از بستر برخیزد کمک کرد. نمایندگی رسمی دولت تاجیکستان در آلمان را به خدمتش مسئول گذاشت. حالا شده از تروریست. می شود نفر بعد وفاتش تروریست باشد؟ منطق کجاست؟ نمی دانیم. باید این را از خود رحمانوف پرسید. خود امام علی رحمانوف که آن سالها هنوز در مشت و چنگ استاد پیچ و تاب می خورد و برای آن که با وی در حسده ملاقات کرد با خود عنوان قهرمان تاجیکستان داد، چون این گفته بود: من در شخص جناب عبدالله نوری یک فرزند دوراندیش و با خیرت ملت را می بینم و امیدوارم که او چون پیشتر صبر و تحمل را پیش نموده بر روند صلح و آشتی مساعدت می نماید. جانبی که این صلح را به دست آورد در تاجیکستان، مردم از یک فلاکت بسیار هم وحشتناک نجات پیدا کردن، همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. چیزی که به امضا رسیده بود دایر به همه این موضوع صحبت داشتیم و ما هر دو به یک افاق رسیدیم که از چی شروع میکنیم. اما بیننده عزیز و گرامی، این حرف های قبلی رحمانوف بود، اما حالا چی؟ ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکردیم. وای درک، این همه را منکر شده از رحمانوف. برای آنکه توانیست با استاد نوری آشتی کند با خود عنوان قهرمانی داد که او توانیست به افغانستان رود، اما چند بعد تشکلات او را، مکتب او را منع کرد و تروریست خواند و کسی هم حق ندارد که از زحمات و خدماتی حصه استاد نوری بگوید. در آخر به تمام چاپلوسان و تملق‌کاران و بوزیچه های حالا شاخهایشان را چند برو خنجر کرده گفتنی هم که تمثیلش زنید. با هر کی میخواهد، با کروش کبیر، با مهاتما گاندی، با نلسون ماندلا، با هر کسی که میخواهید و همین طور هم بگویید که بعد هزار سالی اسماعیل سامانی بخارایی امام علی رحمانوی دنگرگی تاجیکان را ساخته است. اما یک چیز را فراموش نکنید جنابان، بالای کوه خوجمومین چیز ساخته نمیشود. اگر زورکی هم بسازید هم چیز بجوز از بلند آشیانه های بک صبور نخواهد بود و خدا نخواسته بشود هم عمری آن عمری کمتر از لینین برادر رهنمای سید علی ولیزاده خواهد بود. البته اینجا مراد و منظور و کنایه بلیغ مرا خود آنها خوب فهمیدن، چون عنوان این برنامه را نیز گذاشته بودیم به این نام و به این معنا. اما
مکتبی ساخته و به میراث مانده استاد زنده‌یاد جاویدانی خواهد بود، چون در قلب و روح و خون و جان تاجیک مسلمان ریشه دارد. در آخر این را نیز بیننده گرامی می افزایم که امروز پدرم حاجی خلندر صدر دینزاده هم یکی دیگر از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زادروز دارند. اگر الله پدرم را زنده نگاه می داشت امروز به سن مبارک 72 سالگی می رسیدند. تصادفی خیلی عجیبی در این دو می بینم و در آخر از الله سبحانه و تعالی برای هر دو قبر پر از نور و جایگاه والا در نزد الله تمنا دارم و خدا ما را فرزند صالح گرداند که برای پدرم فرزند صالح باشم که با وجود ما در دنیا و دعاهای پی در پی ما در حق این استاد و پدرم برای ایشان جایگاه والای عنایت فرماید. الله از هر دو راضی و خوشنود باشد و مکتبشان پر راه رو و پیروزی نصیب این راه روان باد. خدا ما را پیروز و با مقصد و مراممان برساند. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.